آقا دیدم و دیم منطقه هم یه توضیح بده. منطقه به اسم شراجبرین بهش میگن که مشهورم هست، جای خیلی خوب و دیدنی و الان جمعیت خیلی کمی داره، اما زمانای حدودا 20 سال پیش، 15 سال پیش، 25 سال پیش خیلی مردم میومدن اینجا و زندگی میکردن. اینجا خانواده های احمدی پورا هستن، شرفی، بعضی از گروه های شرفی اینجا زندگی میکنن و امیری ها هستن، بیگی ها هستن، افکاری ها هستن و طالبی ها هستن، بدرک ها هستن که این منطقه زندگی میکنن و جای خیلی خوبیه، با صفاییه، اما متاسفانه به خاطر نبود امکانات و راه و اینجور چیزا مردم دیگه زیاد این برا نمیرن. این منطقه چراجبرین، چراجبرین مشهوره تو همه جا که میگن آقا این منطقه چراجبرینه دیگه. خدمت شما عرض کنم اکثر مردم اینجا دامداری دارن و گاو و گوسفند نگه میدارن، باغ دارن برای خودشون، درخت های گردو هم که شما خودتون دارین میبینید، بعدش دیگه درخت های گردو هست، مردم باغ سیب زمینی میگیرن، پیاز میکارن، بعد سیر میکارن، انواع اقسام سیفیجات و سبزیجات هم اینجا استفاده میکنن. واقعا جای قشنگ، یادم جای باصفایی، دلش نمیاد اینجا دل بکنه بره دیگه. اگه برای آدم بگذره درآمد خوبی داشته باشه، جای واقعا خوبیه برای زندگی، مخصوصا سه ماه تابستون آدم بیاد اینجا از آب و هواش و از طبیعتش استفاده کنه، لذت ببره. از نظر آبی اینجا مشکل نداره که؟ آبی نه، یه چشمه‌ای هست که منبع آب است که درست کردن، بعدش چشمه‌ای اینجا هست که آباشو لوله کشی کردن برای خودشون آوردن. مخصوصا پنجشنبه جمعه ها این مناطق شلوغ‌تر میشه به خاطر اینکه مردم پنجشنبه جمعه با خانواده هاشون میان اینجا، دو روز اینجا میمونن، به قول قدیما کباب خورانی دارن و لذت میبرن و بعد غروب جمعه دیگه کم کم راه میفتن به طرف خونه هاشون، به طرف شهرشون. خوشباله اونا که اینجا خونه دارن. آره دیگه، اونا که میان واقعا وقت جای قشنگی. آره درختای گردوشو با دنیا نمیشه عوض کرد. بهشتی بعضی جاها که توصیف کردم، بهشت بهشت همین جاست که تو قرآن هم اومده که بهشت نزدیکه، همین جا بهشته. ولی به شرطی ازش به خوبی استفاده بشه. از طبیعت باید به خوبی و خوب استفاده کرد که طبیعت از بین نره. دست درد نکنه بابت این توضیحی که به ما دادی. ممنونم، لطف کردی. سلامت و زنده باشید.